لارند رو شکر میگم که توفیق یافتم پس از سالها یک بار دیگر چهره شما عزیزان رو زیارت کنم و تمام اون خاطرات تجدید و تدایی میشه برای خیلی از دیگر آیاته بودن اون موقع که الان در این جمع نیستند و خیلی از چهره های جدید هست که اون زمان ما توفیق دیدار و زیارتشون رو نداشتیم و الان این توفیق را خداوند به ما داد. امیدوارم این جلساتی که برقرار میشه و در خدمت شما هستیم برای هم شما و هم بنده سودمند باشه. با حذف مقدمات من میرم سر اصل مطلب و دوست دارم بحث رو با الهام از جلسه‌ای که قبل از این جلسه تشکیل شد و همون جلسات قرآنی که آقای هاشمی اشاره کردن در این اتاق کنار برگزار شد و گفتگویی در اونجا شد. محور اون جلسات هم قرآن هست، عنوان مبنا و در واقع فاندیشن مباحثی که بعداً طرح خواهیم کرد این بحث رو مطرح میکنم که یه مقدار هم شناخت قرآن باشه و هم شناخت اساساً دین. شاید این بحث رو در یک سطح دیگری و یا یک زبان دیگری در همون جلساتی که شما اشاره کردید اون زمان ما طرح کردیم. در سوره دوم قرآن، سوره بقره، با این آیات شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. الف لام میم رو بحث نمی کنیم، سرده نمیاریم. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، جمله با توصیف قرآن شروع میشه که قرآن چه کتابیه. در آغاز قرآن هم اومده در واقع یه جوری داره به ما میگه که بقیه قرآن درباره چی بحث میکنه. شاید این چند آیه اول سوره بقره مثل ابسترکتی باشه که شما برای مقالات مینویسید. اون ابسترکت در واقع جان کلامی که تو اون مقاله قرار بحث بکنید میارید. مقاله شما در واقع بسط و تفصیل اون ابسترکته، اون ابسترکت اجمال و خلاصه اون چیزیست که شرحش رو خواهید گفت. پنجتا آیه آغازین سوره بقره به اعتقاد بنده مثل ابسترکت قرآنه، یعنی کل قرآن در این پنجتا آیه اومده به نحو اجمال و اشاره و خلاصه. ابتدا درباره خود قرآن سخن میگه که این چه کتابیه. دو تا نکته درباره قرآن میگه. ذالک الکتاب، نکته اولش اینه که لا ریب فیه، این کتاب با کتاب‌های دیگه فرق داره، با کتاب‌هایی که بشر می‌نویسه، دانشمندان می‌نویسن تفاوت داره. تفاوت اساسیش اینه که لا ریب فیه، چون این کتاب از یه منبع علم لایزال الهی سرچشمه گرفته، تو این کتاب شک و تردید راه نداره، فرضیات محتمل راه نداره، تئوری هایی که ممکنه حالا درست باشه ممکنه درست نباشه راه نداره. مثل کتاب علمی ما نیست، یه نظریه میدیم یه شواهدی میاریم ممکنه باطل باشه بعدن رد بشه،
خودمونم یقین نداشته باشیم به طور احتمالی مطرح بکنیم. این کتاب اینجوری نیست. این کتاب 100% اون چه درش اومده یقینی. یه جملهش هم جای تردید نداره. چون از یه منبع معتبر یقینی اومده. منبع خطا ناپذیر و قول شما این افبل خطا ناپذیر. از یه منبعی اومده که محدودیتی در دانشش وجود نداره. اینجور نیست که منتظر باشه حالا ببینیم چه اتفاقی در آینده میفته تا ببینیم این حرف درسته یا نه، آینده و گذشته و حال براش حاضره. بنابراین ویژگی اول این کتاب اینه که لا ریب فیه. دو تا معنی میتونه داشته باشه. یکی اینکه شکی نیست که این کتاب از طرف خداست، در این شک نکنید. یه معنای دیگه هم میشه فهمید اینکه در این کتاب چیز مشکوکی وجود نداره، چیزی که شک برداره وجود نداره. این نکته اول هست درباره قرآن. نکته دوم اینه که هدن للمتقین. حالا این کتاب کارکردش چیه؟ خاصیتش چیه؟ فانکشنش چیه؟ چیکار میکنه این کتاب؟ چه انتظاری از این کتاب داریم؟ پاسخش اینه که هدن، این کتاب هدایت با بقیه کتاب ها فرق داره. بقیه کتاب ها ممکنه حالا کتاب علمی باشه، میخواد یک رازی رو از طبیعت برای ما کشف بکنه، یا کتاب فلسفی باشه، یه وجهی و جنبه‌ای از هستی رو میخواد برای ما توضیح بده، یه کتاب فنی باشه، یه کاری رو میخواد ما یاد بده چطور انجام بدیم. این کتاب با همه این کتاب ها فرق داره. این کتاب هدایته. رو این هدایت یه واژه کلیدیه توی قرآن. کتاب هدایت. هدایت یعنی چی؟ هدایت به چی؟ هدایت خب راهنمایی کردن، این راه نشون میده. راه چی رو نشون میده؟ تمام این کتابایی که نوشته میشه، کتابایی که راهنما هستن، بالاخره راه یه چیزی رو نشون میدن. کتاب تغذیه راه خوردن رو نشون میده. How to eat، چی بخوریم و چطور بخوریم. کتاب نمیدونم راهنمای رانندگی، نحوه رانندگی رو یاد میده. هدایت یه معنی وسیعی. توی این واژه هدایت در واقع چیستی و حقیقت دین نهفته است. دین برای چیه؟ این کتاب، کتاب هدایته. ما وقتی میپرسیم به چی هدایت میکنه، در واقع داریم از ماهیت دین میپرسیم. دین چی هست؟ چه نیازی از ما رو دین برآورده میکنه؟ چه مشکلی از زندگی ما رو دین باز میکنه؟ کدام گره هست که باز شدنش رو، حلش رو انتظار از دین داریم؟ دین برای چی اومده؟ کدوم نیاز ما پاسخ میده؟ آیا اون نیاز نیازیست که میتوان ازش صرف نظر کرد؟ چون یه سری از نیازهای ما قابل صرف نظر کردنه. ما خوشمون میاد یه چیزی رو داشته باشیم، ولی حالا نشدم نشد. خیلی چیز آدم دلش میخواد، خیلی آرزوها داره، ولی حالا اگه تحقق نیافت خب فاجعه نیست، تحقق نیافت مهم نیست. آیا دین از نیازی که اون نیاز رو پاسخ میده میشه اون نیاز رو نادیده گرفت؟ فرض بفرمایید یکی از محصولات بشری هنر هست، میشه هم بوده، بشر همیشه آثار هنری داشته. یه حسی در بشر هست که اون حس رو با کار هنری پاسخ میده. ولی حالا اگر ما هنر هم نداشته باشیم، موسیقی نداشته باشیم، نقاشی نداشته باشیم، درسته یک کمبود و خلایی هست، ولی فاجعه ای نیست که حالا اجتناب ناپذیر باشه. بدون هنر میشه زندگی کرد، ولی حالا خیلی اون زندگی شیرین نباشه. هنر میاد یه گویی شیرینی در زندگی ایجاد میکنه، یه زیبایی در زندگی ایجاد میکنه که
انسان میپسنده این رو. ولی هنر با غذا فرق میکنه. شما اگه یه روز غذا نخورید خب ادامه حیات نمیتونید بدید، ولی حالا یه روز یه نقاشی رو نبینید، یه منظری رو نبینید، یه موسیقی رو گوش ندید، مثل غذا نیست که نخوردنش باعث مرگ آدم بشه. اگه باشه خیلی خوب، آدم لذت میبره، ولی نبودش هم خلأ مهم نیست. آیا دین به عبارت دیگر جزء تشریفات زندگیه یا جزء ضروریات که میتوان نداشت بدون اون هم بتوان زندگی کرد؟ بنابراین دو تا سؤاله: دین چه نیازی از ما رو برطرف میکنه؟ سؤال دوم که آیا اون نیاز حتما باید برطرف بشه؟ حالا اگه نشه اتفاق میفته؟ این دو تا سؤال رو تا پاسخ ندیم در واقع دینداری ما معنی نداره، عقلانیتی پشت سرش نیست. چرا دیندار هستیم ما؟ باید بدونیم دین چیه و چه نیازی رو پاسخ میده و آیا اون نیاز نیاز ضروریه پاسخ دادنش یا نه. هدایت و راهنمایی میکنه قرآن به چی راهنمایی میکنه؟ چند تا آیه بعد از این آیه پنجم در واقع باز یک واژه کلیدی تو قرآن اومده، میگه اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون. همین مفلحون میخوام صحبت کنم. واژه کلیدی اول هدایت بود، واژه آخر که کلیدی مفلحون. مفلحون یعنی چه؟ شما ببرید قرار شد مشارکت باشه دیگه، گفته بود باشه. مفلحون یعنی چی فرمودید؟ رستگاران. مفلحون از فلاح هست. مفلحون رستگارانه، فلاح میشه رستگاری. بله همینو میخواییم بکاویم در واقع. رستگاری، سالویشن انگلیسی ها میگن، توی ادبیات مسیحی سالویشن میگن، در واقع همون رستگاری. دین دنبال چیه؟ کدوم نیاز ما رو مخاطب برطرف بکنه؟ و قرآن که هدن هست، کتاب هدایت، به سمت چی هدایت میکنه؟ هدایت میکنه به رستگاری. رستگاری رو توضیح میدم که چی هست. قرآن کتابیست که راه رستگاری رو به ما نشون میده. بنابراین قرآن کتاب پزشکی نیست، کتاب فیزیک نیست، کتاب شیمی نیست، ریاضیات نیست، کتاب نمیدونم جادو نیست، کتاب هنر به ما هنر نیست. همه اینا که توش باشن وسیلن، اینا هدف قرآن نیست. قرآن هدایت میکنه، راهنمایی میکنه به رستگاری. یه چیزی وجود داره به نام رستگاری، یه هدفی به نام رستگاری وجود داره، رسیدن به اون هدف یه راهی نیاز داره، یه راهنمایی نیاز داره. قرآن راه رسیدن به اون رستگاری. اینجا به اون سؤال دوم میرسیم. حالا این رستگاری خیلی مهمه، یعنی یه نیاز اجتناب ناپذیریه. عزیزان رو گفتگو میکنن بکنن، ولی اجازه بدید من یه پایی برای بحث تنظیم بکنم بعد روش گفتگو بکنیم، که بحث ما یک نقطه اتفاقی داشته باشه. رستگاری حالا یعنی چه؟ ما فلاح یعنی رستگاری، ترجمه کردیم به فارسی. حالا به انگلیسی گفتیم سالویشن. رستگاری یعنی چی؟ سالویشن یعنی چی؟ حالا اینو دوستان بگم، رستگاری یعنی چی؟ به نظرشون چی میگه؟ رستگاری در دنیا در آخرت. چی در دنیا در آخرت؟ همون بحث اینجا هستش که ما این رو از اینجا حرکت میدیم یا در واقع تفکرمون هستش که بخشی از اعمال ما، تفکرات یا اعتقادات برمیگرده به اون ریسرکشن
یعنی اون رو باید قبول داشته باشیم که به اون مرحله برسیم. اگه مرحله اون باشه، اگه همون شرایط زندگی دنیا باشه که صحبت جناب عالی در واقع تعمیم پیدا میکنه به تمام متفکرین دینی دنیا، یعنی اینکه جناب عالی میفرمایید قرآن این شرایط رو مطرح میکنه، انجیل هم از نظر خود مسیحی ها همین قضیه رو مطرح میکنه، چنانکه باشون که بحث داریم اونا ادله از اینجا میارن. یکی اون رو من خواستم رو بفرمایید، من دارید باز بفرمایید و یکی هم همین رو بشن. کسی نمیخواد بگه رستگاری حالا یعنی چه؟ عاقبت به خیری میشه؟ عاقبت به خیری فرمودم. شما فرمودم؟ رسیدنی به کما فلاح رو به کار میبره. فلاح یعنی کشاورز، کسی که یه دونه رو از منجل زمین حالا بهش میرسه و تبدیلش میکنه به درخت. پس فلاح این معناست که این چیزی که شما در درون داری پرورش پیدا میکنه، همون چیزی که شما در داخل داری در درون داری این بیاد و پرورش پیدا. خیلی ممنون، درست این رو بد کرد عزیزم میفرمان. یکی از دوستان فرمودن رستگاری یعنی عاقبت به خیر شدن، دیگه از دوستان گفتن با توجه به ریشه یه لغت فلاح و فلاحت و کشاورزی، بعد از خواهران هم کسی نظر بده گوش میدیم، فلاح و فلاحت و کشاورزی که به معنی این که گیاهی بذری رو شما میکارید این بذر ثمر میده، همینطوره. ببینید من اول یه معنای وسیع تری برای رستگاری میگم تا برسیم به اون معنای دقیق ترش. معنای وسیع ترش رستگاری یعنی موفق شدن، موفقیت. منتها هر نوع موفقیتی اسمش رستگاری نیست. ما یه موفقیت هایی داریم تو این دنیا مقتعی هم موقتی هم. مثلا دانش آموزی که تو کلاس اول ابتدایی با نمره خوب قبول میشه میگه موفق شد. یعنی چه موفق شد؟ یعنی تو این دوره در این کار موفق شد. ورزشکاری که میره توی المپیک مثلا مدال میگیره میگه موفق شد، یعنی چی؟ یعنی تو این رشته ورزشی در این مسابقه ایشون موفق شد. شما پی اچ دی میگیرید میگه موفق شد، یعنی تو این رشته علمی در این مقطع به این دستاورد رسید. هزار تا قید داره، یعنی این وقتی میگیم این آدم موفق شد در این کار معناش این نیست که تو همه چیز موفق شد، فقط تو تحصیل علم، اونم فقط تو این رشته، اونم فعلا در این مقطع. این یه موفقیت شکی نیست، ولی این موفقیت کنارش ممکنه که هزار تا دیگه شکست باشه. یعنی من در بعد علمی این مقطع رو طی کرده باشم ولی در ابعاد دیگر وجودی مشکلات فراوانی داشته باشم، تو اون زمینه ها موفق نباشم. پس دیگه هزار مشکل برای انسان پیش میاد. تو تجارت موفقه، یعنی در کسب درآمد و پول این آدم موفقه. این ممکنه در بعد علمی آدم ناموفقی باشه، در خانواده موفقیتی نداشته باشه، در سلامتی بدن ممکنه که دچار مشکل باشه، به لحاظ جایگاه اجتماعی ممکنه آدم منفوری باشه، ولی حالا پول اتفاقا داره، یعنی این یه امتیاز رو داره، ولی کنارش هزار تا مشکل هست. تمام موفقیت هایی که ما تو دنیا به دست میریم اینجوری هست، یعنی یه بعدی هست، تو یه بعدی در یه وجهی تا یه حدی میتونی موفقیت پیدا بکنی. اون علمم بالاخره یه دانش محدودیه، به یه جاییست. خیلی مدارج بالاتر از اون راه داره که این آدم به
بهش دست نیافته. برای این موقت موفقیت ها یک بعدی هست، یه وجه از نیازهای بشر. دوم این که این موفقیت ها در کنارش میتونه هزار تا شکست و رنج و ناکامی باشه همراهش. در یه بعدی موفقیت در کنارش انواع تلخی ها. این دو تا محدودیت. سوم این که این موفقیت ها موقتا، یعنی از دست دادنی هم. این تاجری که این پول رو در آورده ممکنه که این پول حالا از دست بده و شکست بشه و این پول رو ببازه. این ورزشکاری که این قدرت و نیرو رو به دست آورده در اثر یه بیماری یا یه تصادف تمام نیروش رو از دست بده. حتی اون عالمی که علم کسب کرده با یه تصادف کوچک اصلا علمی که هیچی اسمش هم فراموش بکنه، حافظش به طور کلی از دست بده. این آدمی که به لحاظ سیاسی اجتماعی موفقیت پیدا کرده، یه پست و موقعیت بالایی به دست آورده، فردا ممکنه برکنار بشه. یعنی هیچ کدوم از این موفقیت ها تضمینی نیست که تا آخر همراه ما باشد. ما این دستاورد رو همراه خودمون داشته باشیم، به دست آوردیم، خیلی هم خوشحالیم، اما چارچشمی باید بپاییم که از دستش ندیم. و خیلی وقتا هم دست ما نیست، هر چقدر بپاییم از دست ما گرفته میشه، از دستش میدیم. و بالاخره اینکه با مرگ، یعنی شما هیچم از دست ندید، با مرگ تمام این موفقیت ها فل عدم میشه دیگه. هیچ نبیه اون علمه هست، نبیه اون قدرت هست، نبیه اون مدال هست، نبیه اون پست اجتماعی هست، نبیه اون ثروت هست، همه چی رو میبازیم با مرگ. یعنی در بهترین فرض اگر بگیم که انسانی هست تو همه ابعاد موفقه، نه فقط تو ورزش، تو علم، تو سیاست، تو ثروت، تو همه عرصه ها این آدم موفق. یه چنین آدمی نداریم، ولی در فرض، در ذهن تصور بکنیم یه چنین آدمی، و هیچ مشکلی هم براش پیش نمیاد، نه مریض میشه، نه عزیزی رو از دست میده که زندگیش تلخ باشه، هیچ مشکلی هم براش پیش نمیاد. که اینم دروغه، چنین اتفاقی نداریم در این دنیا. به فرض همه این ها، که همه اینا خلاف فرضه، با مرگ همه اینا پایان میپذیره، تمام میشه. دیگه اون مداله بعد از مرگ که دیگه به درد آدم نمیخواد، یا اون مدرک، یا اون موقعیت، یا اون ثروت، همه از دست میره دیگه. پس همه اینا موفقیت بود، ولی یه موفقیت های محدود، یک جانبه، کنارش هزار تا درد، آخرش هم همه رو از دست میدیم. این نوع موفقیت ها رو رستگاری نمیگن. اینا موفقیته ولی با این محدودیت ها. رستگاری هم موفقیته، ولی یه موفقیتی که این محدودیت ها کنارش نباشه. اولا اگه یه دستاوردی هست کنارش یه دردی نباشه. بعد این موقتی نباشه. خب این چه موفقیتیست که الان به دست آورده، فردا از دست میدم، حالا ببینم عذاب بگیرم براش. اونی که از دست دادنیست اینو رستگاری نمیده. موفقیت پایدار، دستاوردی که بمونه برای آدم، از دست نره حتی با مرگ. یه دستاوردی انسان در زندگی داشته باشه که حتی با مرگ اون دستاورد از انسان گرفته نشه. مثل ثروت نباشه که با یه حکم قاضی گرفته بشه آزادم، یا با یه دزدی بیاد همه رو ببنده بده، یا یه آتش سوزی همه رو تبدیل به خاکستر بده. این اتفاقات برای همه ممکن. یا سلامتی که یه دونه ویروس کوچولو میاد زندگی شما رو تلخ میکنه. تمام اینا، قدرت اجتماعی با یه کودتا، با یه اتفاق، با پایان یافتن اون دوره، همه اینا از دست داده نیست دیگه. اینا رو موفقیت باشه، هرچی میخواید اسمشون رو بذارید، رستگاری اسمش نیست. رستگاری یعنی موفقیتی که در پیش شکستی نباشه. موفقیت هایی که دنبالشون شکسته
اون موفقیت هست که رستگاری نیست. دین دنبال اینه، دین برای این نیست که توی المپیک موفق بشیم، توی دانشگاه موفق بشیم، توی پول بتونیم خوب در بیاریم، نمیدونم شهرت کسب بکنیم. دین برای اینجور موفقیت ها نیست. اینا برای هرکدوم راه خودشون رو دارن، یعنی دین هم نباشه بشر خودش راهای رسیدن این موفقیت ها رو طی میکنه و بشه مارل میشه، یا یده میشن یده نمیشن. موفقیت نهایی Ultimate Success، نه این موفقیت های مقطعی و گذرا که به دنبال شکست است. در فرهنگ دینی به این میگن رستگاری، در قرآن به این میگن فلاح، مسیحیان میگن سالویشن، همه دنبال اینه، یعنی اون سعادت، اون Ultimate Happiness، نه این هپینس های موقت و گذرا و که در واقع سعادت نیست، میاد و میره. وقتی میاد ما رو خوششاد میکنه، ولی وقتی از دست میدیم چند برابر غمگین میشیم. این اسمش فلاح. خلاصش اینه که بخواییم به یه زبان ساده‌ای بیان بکنیم، این اسمش فلاحه. راه رسیدن به این فلاح هم دین نشون میده، هیچ چیزی دیگه اینو نشون نمیده. یعنی علم به شما این رستگاری رو نشون نمیده، راهشو. شما بگید آقا من تو فیزیک میخوام مطالعه کنم چطور میتونم رستگار شد، یعنی آقا اصلا جاش بزن راجب این حرف نمیزنه، نه فیزیک راجب این حرف میزنه، نه شیمی راجب این حرف میزنه، نه ریاضی درباره این سخن میده. تکنولوژی اینو، این فلاح به دست آدم نمیده، علم ما رو به این فلاح نمیرسونه، به این رستگاری. تکنولوژی ما رو به این رستگاری نمیرسونه. تکنولوژی به ما میگه آقا چطور بهتر بخوریم، بهتر بپوشیم، فاصله ها رو با زمان کوتاه‌تر، با سرعت بیشتر طی بکنیم، همین زندگی و دنیا رو، همین موفقیت های نسبی رو چطور ارتقا ببخشیم، بهبود ببخشیم. هیچ تکنولوژی بشر نیاورده و نخواهد آورد که به ما در واقع اون فلاح و رستگاری، یعنی موفقیتی که دیگه در پی شکست نیست رو برای ما تضمین بکنه. علم مدعی این هم نیست، یعنی چنین ادعایی هم نداره، نه علم این ادعا رو داره، نه تکنولوژی این ادعا رو داره، نه هنر این ادعا رو داره، هیچ چیز تو این دنیا این ادعا رو حتی نکرده که ما میتونیم برای شما رستگاری بیاریم. هنر میگه من لحظه های خوشی رو میتونم برای شما ایجاد کنم. تکنولوژی میگه من برای زندگی تسهیلات خوبی فراهم میکنم. علم میگه تا اونجا که میتونم بالاخره اسرار و رازهای طبیعت رو برات باز میکنم. ولی بهش بگیم آقا تو میتونی برای ما رستگاری به این معنا رو، شادی و خوشی که کنارش رنج نباشه، یک این شادی و خوشی تکبودی نباشه، دو از دست دادنی نباشه، این میتونه تقیم میتونه هیچ علمی جنه دایی نداره، هیچ آلم یه جنه دایی نداره. استاد نقش فلسفه اینجا چی میشه؟ چون فلسفه هم بخشی این اشارات رو داره، مثلا تو بحثای تقوا و مراحلی که الان در مورد اشاره فرد ببخشید اگر ممکنه من تکبیم بکنم، این مثالی میتونی بزنیم از کسی که مثلا این فرد رستگار، قبل از رستگار، بعد از رستگار، آدم بفهمه که این رستگار هست یا نه. یعنی میخوام بگم تعریفی که شما دادیم خیلی مشخص نمی کنه که کی رستگار شد کی نشد، یعنی به نظر میاد خیلی اکسسیبل نیست این تعریف، برای اینکه من بدونم مثل عکس میگه، یعنی عکس قبل از مثلا این دایت یا بعد از این دایت، دارم ببینه که تفاوتش رو عمل کرد. فلاسفه تکرار کنید که بله دو تا سوال پرسیدم، یکی گفتن آیا فلسفه نمیتونه راه رستگاری رو ما نشون بده یا حداقل این ادعا رو داره یا نداره. فلاسفه ای کوشش کردن که
در واقع نیل راه نیل به سعادت رو پیدا بکنن. خود فلسفه گذشته اونه، فلسفه حال نه، اینا چنین امیدی ندارن که از روح فلسفه بتوان بیمیزید. مثلا تو فلسفه سقراط اونجا در پی سعادت هم. یا حتی از فیثاغورس گفته که فلسفه در واقع دانش نیک زیستنه و میکوشه که سعادت رو برای انسان تأمین بکنه. ولی چند هزار سال از تاریخ فلسفه گذشته، فلسفه امتحان خودش رو داده و در نهایت به این تواضع رسیده که این ادعای بزرگی بود و عقل آدمی نهایت هنرش اینه. اگه این کار کنه خیلی ازش ممنونی. زندگی ما رو در این دنیا یه سامانی بود، ولی پس از مرگ رو بخواد سامان بده هیچ کس چنین ادعایی نکرده و چنین توقعی هم نمیده. و اینکه همون میریم سر سوال دوم که معیار ارزیابی چیه؟ معیارهای ارزیابی مادی و این جهانی اینجا قابل اعمال نیست، یعنی قابل وریفیکیشن نیست. شما دو تا زندگی رو تجربه نکردید. آقا زندگی دنیا رو ما دیدیم، زندگی پس از مرگ رو هم دیدیم، اون وقت رابطه این دوتا رو کشف کردیم. تا تو دنیای زندگی و آخرت رو ندیدی، وقتی هم رفتی اونجا دیگه زندگی دنیا رو کار نداری، دیگه سرنوشت تعیین شده، دوباره بر نمیگردی که بگیم آقا اونجا دیدیم چه چیزایی برای اونجا لازمه، حالا برگردیم چیزایی که احتیاج داریم رو تهیه کنیم. اتفاقا میگه مرده ها از خدا این رو میخوان، میگن خدا یک بار دیگه ما رو زنده کن، برگردیم دنیا، این دفعه قول میگیم آدمای خوبی باشیم. میگن نه دیگه، این تکرار پذیر نیست. تفاوت این آزمایش با آزمایش‌های علمی اینه، اونجا تکرار پذیره، اصلا تکرار پذیری شرطه، اینجا تکرار پذیر نیست، یک بار بیشتر این اتفاق نمیفته. راهش چیه؟ قطعا راهش امپیریکال وریفیکیشن نیست، یعنی آزمون پذیر تجربی به معنای علمی و ساینتیفیکش اونجا را قابل اعمال نیست، کاربرد نداره. راهش رو خود همین آیه گفته، راه دیگری داره. خب این کاربرد نداره اونجا. ما داریم راجع به جهان پس از مرگ حرف میزنیم، خب علم که ادعایی نداره درباره جهان پس از مرگ. بنابراین تا اینجا اینو گفتیم، دین دنبال رستگاری انسان، رستگاری هم یعنی اون موفقیت نهایی، اون موفقیتی که دیگه در پیش شکست نیست و کنارش هم شکست و ناکامی نیست. با همه موفقیت های دنیا تفاوت داره. آیا این خواستنیه؟ نکته دوم اینکه آیا خب حالا همچه موفقیت رو ما میخواییم؟ خیلی چیزا خوب ممکنه آدم نمیخواد، صرف نظر میکنیم ازش. خیلی از چیزای خوب تو این دنیا هست، ما میدونیم هم خوبه اگه انسان بهش برسه، ولی پر زحمت، درد سر داره، با حس تنبلی انسان نمیسازه، آدم نادیده میگیره. میگه نخواستیم آقا، همه دوست دارن مدال المپیک بگیرن، دقیقا اون دونستیم دوست دارن، ولی خب نمیریم دنبالش. خیلی هم حسرت نمیخوریم آقا چرا نگرفتیم. خب اونی که گرفته خیلی خوشحاله، اما ما که نگرفتیم عزا نمیگیریم. درسته یه موفقیته، ولی از دست دادنش مصیبت نیست. با این رستگاری اینجوری از این سنخه که بتونیم نادیدش بگیریم، از این سنخ نیست، این در واقع سرنوشت ماست. دست کم دین به عنوان یه فرضیه این رو مطرح میکنه که آقا یه حیات دیگری بعد از این حیات وجود داره، حیات توه. چطور میشه تو طالب خوشی و سعادتت نباشی؟ چطور برای تأمین رفاه و رفع نیازهای جزئی و مختصر زندگی این دنیا اینجور با آب و آتش میزنی، اما نسبت به حیات اخروی
بگی نه مهم نیست. ممکنه اعتقاد نداشته باشی، ولی اگه اعتقاد داشته باشی این حیاتی وجود داره نمیتونی نادیده بگی. و اینکه انسان نمیتونه سرنوشت نهایی خودش رو نادیده بگی. خب این هدف رستگاری. قرآن گفتیم هدن للمتقین، اونا رو هدایت میکنه به این رستگاری. قرآن یه چنین کتاب بید. یعنی قرآن داره کاری میکنه که هیچ کسی دیگه نه این کار رو میکنه و نه ادعای اون رو داره. هیچ کتاب علمی نمیگه این کتاب رو بخونده رستگار میشه. دین فقط این ادعا رو داره. اسلام هم نه، نه فقط اسلام، نه هر دین، هر دین آسمانی، هر دین الهی سخنش اینه که یه چیزی داریم به نام رستگاری نهایی. این رستگاری نهایی یک برنامه‌ای داره، یه راهی داره که هدایت اون راه به عهده کتاب آسمانی اون بیده. این مطلقه، فقط اسلام نیست، تعریف دین هست، از جمله اسلام. دین دنبال رستگاریه. یعنی کسی بیا در کنار علم، هنر، تکنولوژی، سیاست، بهداشت، دین دیگه برای چی لازم میخواد؟ اینا رو داریم دیگه. نه اینا هیچ کدوم برای تأمین رستگاری نیستن. دین یه ادعای دیگری داره، اینا رو نمیخواد ما بده. دینم نباشه ما اینا رو میتونیم داشته باشیم با عقل و دانش و تجربه بشری خودمون. البته اگر دین بیاد که اون راه رستگاری رو نشون بده، خود دین رو ما آموزش میده که اون رستگاری بی ارتباط با نحوه زندگی شما در این دنیا نیست. یعنی با همه چیز سر و کار داره، همه چیز رو اون رنگ نهایی رستگاری به همه چیز میخوره، ولی دین اون رو در واقع تارگت دین اونه که بقیه چیز از اون تأثیر میپذیرن. دین از ابتدا نیامده بهداشت رو به ما بگیره، از ابتدا نیامده به ما تجارت رو یاد بده. دین آمده برای اون رستگاری. حالا اون رستگاری به گونه ایست که با همه اینها ارتباط پیدا میکنه و همه اینها رو همه اینها تأثیر میگذاره در چگونه زندگی کردن در افراد مختلف، رو همه اینها، رو علم ما، رو تکنولوژی ما، رو هنر ما، رو سبک زندگی ما، همه اینها تأثیر میگذاره. ولی اونی که دنبالشه همون رستگاریه. بنابراین زالکت کتاب لا ریب فیه هدن، کتاب هدایت، و اون راه رستگاری رو دنبالشون. حالا این رستگاری از چه کانالی عبور میکنه؟ تا حالا ما مختصری از دین گفتیم، خیلی اجمالی نگفتیم چگونه. حالا این کتاب که قرآن که کتاب هدایته، ما رو رستگاری میرسونه، فقط میگیم رستگاری میرسونه، ادعاش این راهش رو نگفتیم. دنبالی هم آیه این رو میگه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. اولا این کتاب هدایت، هدایت برای متقین. یعنی اینجوری نیست که این کتاب که اومد همینطور اتوماتیکوار همه هدایت بشن. مثل این لامپ که روشن میشه، ما چه بخواییم چه نخواییم اینجا روشن میشه و از نور این چراغ ما استفاده میکنیم. قرآن اینطوری نیست. اینجور نیست که وقتی اومد همه یکسان و یک نواق چه بخواییم چه نخواییم از این چراغ بهره بگیرن. این گونه نیست. اونایی که میخوان بهره بگیرن بهره میگیرن، اونایی که نمیخوان و کوشش نمیکنن بهره نمیگیرن. هدایت میکنه چه کسانی رو؟ اونایی که بخوان هدایت بشه. کسی نخواد هدایت بشه، قرآن اتوماتیکوار و جبری افراد رو هدایت نمی کنه. هدن نگفت، همین هدن نقطه، هدن به متقین. حالا متقین کیا هستن؟ در واقع اینجا عناصر دین رو به ما میگه.
که دینداری چه ارکان و عناصری داره، چه چیزهایی هست در دین که التزام به اونها منتهی به اون رستگاری میشه. همین آیاتی که میتونید اینقدر ما بارها خوندیم، حفظی چندتایه سوره بقره رو همه حفظم، ولی خب با تدبر که نخونیم چیزی از توش در نمیاد، میخونیم رد میشیم دیگه. دار جور کتاب داره گفتی بودن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یؤمنون الصلات الاخر. ولی صدها پرسش در دین شناسی هست که پاسخش به همین پنج تا آیه است و فقط با تدبر اون پاسخ در میاد. همینطور بخونی پاسخ در نمیاد. اول پاسخ برای کسی است که سوال داشته باشه. سوال تو ذهنت نباشه اصلا دنبال جواب نیستی. جواب رو هم هزار بار بخونی اصلا متوجه نمیشی این جواب فلان سواله. سوال باید باشه تا جواب معنی پیدا بکنه. انسان دنبال جواب بگرده و بدون این جواب اون سواله. وقتی سوالی اصلا نیست خب جوابی هم معنی نداره. نکته اول دین یا رکن اول دین یا ویژگی اول دینداران متقین الذین یؤمنون بالغیب، در واقع مرز دینداری و بیدینی چیه؟ اینجا قرآن تو همون اول این رو تعیین کرد، فرق آدم دیندار و بیدین، معتقد به خدا و ماتریالیست برشون چی؟ شما برمید اولین فرق و مهمترین فرق چی؟ طبق این آیه ایمان به غیب، یعنی اونی که دیندار رو از غیر دیندار جدا میتونه، مرز دینداری و بیدینیست ایمان به غیب. آیا عالم هستی همینیست که میبینید؟ یا هستی ساحت، چهره و وجه دیگری هم داره که نادیده است؟ تفکر دینی توی تفکر دینی و عرفانی مهمترین تقسیم بندی اینه. شما تو هر علمی با تقسیم بندی ها سر و کار دارید. هر علمی میاد تقسیم بندی هایی میکنه در موضوع خودش. حالا من رشتم فلسفه از فلسفه مثال میزنم، میاد میگه موجود یا واجب الوجود یا ممکن الوجود، یا خالق یا مخلوق، یا علت یا معلول، یا ثابت یا متحرک، یا نمیدونم ذهنیه یا خارجیه. تو صرف و نحو میگید آقا میگن کلمه یا اسم یا فعل یا حرف، کلمه سر اسم، جمله یا خبریه یا انشائی، اجسام مادی یا گازن یا مایعن یا جامدن. تو هر علمی ما یه دسته تقسیم بندی ها داریم. خلاقیت و ابتکار تو هر علمی اینه که یکی از بهترین راه های خلاقیت مثلا نوآوری داشته باشه توی علم یه تقسیم بندی جدیدی پیدا بکنه. از نگاه دینی و عرفانی بزرگترین تقسیم بندی، اون تقسیم بندی مادر کلام اینه که آقا عالم دو تا ساحت داره، غیب و شهادت، محسوس و نامحسوس، visible world invisible world. فلا اقسمو به ما تبصرون، کسی یادش این آیه؟ و ما لا تبصرون، چیزایی هست که شما میبینید، چیزایی هست که شما نمیبینید. جهان‌بینی دینی از اینجا شروع میشه. اگر گفتیم آقا هستی حقیقت همون چیزی که فقط ما میبینیم، ما ماتریالیستیم، ما مادی هستیم، ما ایمان به غیب نداریم. غیب یعنی آنسین، هیدن، هیدن ورلد. هستی یه چهره ظاهر داره، آشکار، یه چهره پنهان و پوشیده. اینم نسبیه، یعنی پنهان و پوشیده برای ما، آشکار برای ما. برای خدا چیزی غیب نیست، همه چیز آشکار. ما هم ارتقاء وجودی پیدا کنیم، خیلی از غیبهای ما تبدیل میشن به شهادت، یعنی آشکار میشن.
بنابراین بزرگترین تقسیم بندی تو این عالم اینه که عالم دو تا صاحب داره، ما تبصرون و ما لا تبصرون، غیب و شهادت، ظاهر و باطن. قرآن در باره مادیون میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم من الاخرت غافلون. اینا فقط ظاهر عالم رو آشنا میشناسن، از باطن این عالم بیخبرن، بیتوجهن، غافلن. قدم اول دینداری، مرز دینداری، ایمان به غیبه. یعنی بپذیریم که آفتابی برای این ابر است، یوسفی در میان این چاه است، این ظاهر یه باطنی داره، این شهادت یه غیبی داره، این محسوس یه وجه نامحسوسی داره. حالا چجور بپذیریم یه بحث دیگری، همه بحث رو بینید توی یه جا گفت. اصل این اعتقاد دینی بپذیریم عالم غیبی وجود داره، الذین یؤمنون بالغیب. تا ساعت نه پسند، ساعت نه پسند، سوال دوم ده دیگه چشم یاد آوریم فرمید دوباره من یادم استاد، من فکر می‌کنم که بعضی از ادیان هستن که مثل دین هندو اصلا متعلق به غیب نیستن، در واقع حالت تناسخی دارن و استدعا می‌کنم این مداری اون رو بزنم. این هم سوال خوبیه، منتها خب من برای صرفه‌جویی در وقت دیگه اون وادی نشدم. دین که ما میگیم، ببینید کلمه دین خیلی جواب به کار میده، ریلیجن خیلی گسترده است. ما که دین میدیم یعنی دین منظم، دین منظم یعنی دینی که خداوند فرستاده توسط پیامبر، ادیان نبوی prophetic religion. یه پیغمبری دارید، یه کتاب آسمانی دارید، یه حادثه‌ای به نام وحی اتفاق افتاده. تو هندویسم، تو بودیسم چنین چیزی نیست. اینجوری نیست که بگن آقا ما یه پیغمبری داریم، یه کتاب آسمانی خدا براش فرستاده برای هدایت شما، چنین چیزی نیست. اونجا چه ادعا میکنن؟ اونجا میگن ما یه آدمهای قدیسی داشتیم، یه آدمهای وارد عارفی داشتیم، اینها در تجربه های باطنیشون mystical experiences یه حقایق رو یافتن برای مثلا کمال انسان. هندویسم، بودیسم، اینجور ادیان شرقی همشون، تاویس، زن، شینتو، تمام ادیان شرقی، شرق دور، ادیان وحیانی نیستن. یعنی ادعاشون هم نیست، اینه که اتهام نیست، خودشون چنین ادعایی دارن، حاصل تجارب قدیسین و عرفا هستند، نه حاصل وحی آسمانی با یک کتاب مقدس. اجابه مادی یا معنی؟ معنی، باطنی. بله، ولی دین به این معنای منزل نیستن، غیبیش بحث دیگه است. بله، اونام معتقدن باطن وجود داره، غیب وجود داره، اعتقاد داره، اون نقطه بعدی است. ولی دینی که ما الان داریم میگیم و تو قرآن واژه دین به کار میره، اونا رو شامل نمیشه، دین الهی نیستن، بشری هم. حالا بشری یه موقع حاصل تجربه باطنی شه، یه موقع حاصل عقل شه، یه موقع هم حاصل فریبکاری شد، همیدن چیزی رو جعل میکنه. همه اینا رو داریم، همه این صورت هاش. دنیا خیلی دنیای پرتنوعیه. بنابراین قدم اول ایمان به غیبه. چون وقت کمه من نمیتونم خیلی توضیح بدم. حالا مجبوریم که این بحث رو ادامهش رو فردا شب بگیریم. ایمان به غیب مبهمه. غیب چیه؟ یه غیبی هست، حالا اون غیب از چه سنخیه؟ چی هست؟ خب جاهای دیگه در قرآن توضیح داده شد. در رأس این ایمان به غیب ایمان به خداست، یعنی محورش اصلا ایمان به خداست. ایمان به غیب در موقع همون ایمان به خداست، چون تو این تقسیم بندی خدا غیبه، محسوس نیست، نامحسوسه. بنابراین معنیش اینه که مؤمنین، متقین، کسانی هستند که ایمان به خدا دارن، ایمان به غیب دارن، یعنی ایمان به خدا دارن. ترجمهش این میشه، تطبیقش این میشه.
الذين يؤمنون بالغيب. خب ایمان یه امر درونیه، یعنی آدمای مؤمن، آدمایی که باور دارن، آدمایی که باور ندارن تفاوتش اینه که اینا در دلشون یه همچه اعتقادی دارن. حالا ایمان هم خیلی بحث داره، ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی که بدونم خدایی هست. خلاصش اینه که فقط دانستن نیست، یعنی شما الان اعتقاد دارید مثلا کره مریخ وجود داره، اینو ایمان نمیگن. میدونید هست ولی نمیگن ایمان. ایمان در واقع توش هم عنصر از دیدگاه اسلامی داره عرض میکنه، نگاه مسیحی متفاوته. ایمان توش معرفت هست، یعنی باید بدونی یه چنین واقعیتی وجود داره. بگی نمیدونم ولی ایمان دارم، این تو تفکر مسیحی هست ولی تو تفکر اسلامی این پذیرفته نیست. یعنی از یه راهی به دست آورده باشی که چنین واقعیتی وجود داره، احراز کرده باشی. علاوه بر دانستن، یه نوع پای احساس و عاطفه هم در میان، فقط عنصر ذهنی و معرفتی نیست، عنصر احساسی و ایموشنال هم وجود داره، خیلی قدرتمند وجود داره. یعنی خدا با کره مریخ خیلی فرق داره. پس بینید شما یه منجمی بیاد به شما بگه که فلان ستاره مثلا در تحقیقات اخیر کشف شد. خب میگید کشف شد شد بسیار بسیار. هیچ احساسی نسبت به اون ستاره شما ندارید، یعنی حالا عاشق اون ستاره نمیشید یا خوفی از اون ستاره تو دلتون نمیفته، هیچی اطلاعاتی پیدا میکنید، یه آیتم اینفورمیشن در شما اضافه میشه، این نبود الان هست. ولی خدا اینطوری نیست، اینجوری نیست که بگیم ما تا حالا نمیدونیم یه همچه موجودی وجود داره، حالا میدونیم علاوه بر این موجوداتی که داریم یه چیزی هم هست به نام خدا. یکی از اطلاعات، عناصر اطلاعاتی ذهن ما افزوده شد، اینجوری نیست. این یه اعتقادیست، یه کشفیست، اگه شما بهش برسید در کل وجود شما تأثیر میگذاره، احساسی روشه در شما برمی انگیزه. اون مباحث مهمی که آقای هاشم میگفتی در آن وضعی خیال تر شدن. یعنی ایمان به خدا معرفت هست همراه با نوعی دلبستگی و مراتب بالاش دلبردگی و تعهد، کمیتمنت. فقط این نیست که خدایی هست یه جمله قضیه علمی، نخیر. این باور وقتی در وجود بیاد قلب شما رو متحول میکنه، درش تغییر ایجاد میکنه، احساس شما رو برمی‌انگیزه. یعنی معرفت هست همراه با عشق. حالا چرا عشق رمزش چیه باید توی جلسه دیگه بشه، چطور میشه اینجا ما احساس برانگیخته میشه؟ فقط معرفت نیست، یه قضیه ریاضی نیست که شما قبلا نمیدونستید حالا میدونید. عشق و هیجانی در شما ایجاد نمیشه، یه مطلبی رو میدونید. کشف خدا اینجوری نیست. خدا رو که کشف میکنید خودتون هم عوض میشید، یعنی اون حقیقت که کشف شده شما رو دیگه نمیذاره اون آدم قبلی بشید، با این کشف شما هم عوض میشید، میشید متفاوت. ایمان اینه، فقط دانستن نیست. چون چنین چیزیه ایمان روی شخصیت، این باور کشف عالم غیب روی شخصیت ما اثر میذاره، فقط دانش ما اضافه نمیشه، وجود ما متحول میشه. برای اینکه ما یه موجودی رو پیدا کردیم که نسبت به اون موجود نمیتونیم بی تفاوت باشیم. به ما بگن فلان قله تا حالا جغرافی دانان نمیدونستن امروز پیدا کردن وجود داره، این خود بسیار خود دستشون در نکنه وجود داشته باشه، زندگی من عوض نمیشه، شخصیت من با دانستن این قضیه دچار تحول نمیشه. خدا اینطوری نیست،
یعنی انسان بدون اعتقاد به خدا با انسان هم به علاوه اعتقاد به خدا دو جور انسانه، دو جور زندگی دارن، دو جور دل دارن، دو جور احساس دارن. اولین واکنش ما در مقابل خداوند اینه که اگر خداوند رو یافتیم و یقیمون از سلات الازین یقیمون از بلغی و یقیمون از سلات، یعنی همین که خدا رو یافت میپرستدش. نمیشه شما خدا رو بیابید از کنارش همینطوری رد بشید، از غیر ممکنه، منطقا غیر ممکنه. شما نمیشه که آبشار نیاگارا رو مثلا ندیده باشید، یه روزی همونجور دارید میرید یه دفعه میبینید همچه آبشاری، یه نگاه بکنید به صفحه رو برگردید راحت ندام. نمیشه هم که انسان این کار نمیتونه بکنه، تمام وجودش مجذوب به اون زیبایی میشه، میخوب میشه اونجا به تماشای اون صحنه زیبا. شاعر اگه باشید همونجا شروع میکنید به غزل سرایی، همین آبشار یه پدیده مادی. شاید حیوان نمیدونم، ما احساسات حیوانات رو درک نمیکنیم، اطلاع ندارم، زیست شناس نیستم، شاید حیوان آبشار ببینم رد بشه، براش هیچ اهمیتی اون آبشار با غیر آبشار برای فرقی نه، ولی انسان اینطوری نیست. یعنی انسان نسبت به زشتی و زیبایی بی تفاوت نیست، برش یکسان نیست. زشتی یک احساسی رو در شما ایجاد میکنه، زیبایی احساس دیگری رو در شما ایجاد میکنه، دست خودتون هم نیست. بله، حالا پس کشتنش هم زحمت داره، این احساس هست، من نمیخوام خود این کشتن تایید میکنه وجود داره. عرضم اینجا شما نمیتونید با این صحنه بی تفاوت باشید، رد بشید، اتفاق این کار نیفتاد، اینجور نیست. حالا این صحنه مادی بود، یه صحنه معنوی از میکنه. شما اگه ببینید تو خیابون یا در جایی آتش سوزی شده، چند تا کودک اونجا دارن در معرض تهدید و سوختن، یکی خودشو میزنه به این آتش و اون کودکان رو از اونجا در میاره نجات میده، آیا شما همین نگاه میکنید فقط یه مثل یه منظره طبیعی، یا دیدم رو یکی رفتون تو اینا رو در آورد و رفت همین، آیا دل شما وجود شما در اونجا توش هیچ اتفاقی نمیفته نسبت به اون شخص که همچنین فداکاری و ایثاری کرد و جان خودش رو در معرض خطر قرار داد؟ این آدم رو شما الان قبل از این اتفاق جور دیگه ای نمیبینید؟ حالا اگر اون تو سوخته باشه این آدم، حالا اگر اون تو جانش رو از دست داده باشه، هرچه بیشتر ایثار و فداکاری کرده باشه، ارادت شما، عشق شما نسبت به اون آدم بیشتر خواهد شد. فرض کنید یه آدم دیگه هم اصلا این خونه رو آتش داده که اصلا بچه ها رو بسوزونه، این از درون قطب، با اون آدم شما میتونید بی تفاوت باشید، دیدید این جنایت رو کرده، یعنی یه زشتی داریم یه زیبایی داریم. شما هم بدون هیچ فکر کردنی، فقط با دیدن این دوتا صحنه، یه واکنشی نسبت به اون زشتی از دل شما خود به خود رو دیده میشه و یه واکنشی نسبت به این زیبایی در دل شما خود به خود رویده میشه. دست شما هست. انسان اینه. اگه کسی غیر از این باشه باید دید تو انسانیتش تردید کرد. چه مشکلی داره این آدم؟ یه اختلالی در وجودش پیدا شده. یعنی انسان طبیعی نیست. نه اون صحنه زیبا تکونش بده، نه اون صحنه زشت تکونش بده. نه چی بیتفاوت باشه. این یه بلای سر این آدم آمده که اینجور شده. برای انسان به طور طبیعی اینجور نیست. اینو دارم عرض میکنم که کشف هایی که ما میکنیم، دیدنی های این عالم یکسان نیستن. خیلی از دیدنی ها، خیلی از دانستنی ها، دانستن و ندانستنش تغییری در ما ایجاد نمیکنه. یه سری دانستنی هاست، یه سری دیدنی هاست که اون اتفاقی که بیفته فقط دانش ما اضافه نمیشه، در وجود ما یه تحولی ایجاد میشه. یافتن خدا اینطوری
یعنی خدا رو کسی بیابد نمیتونه نپرسته. مثل اینکه اون آبشار رو ببینه نمیتونه از زیباییش لذت نبره و نمیتونه تو دلش تمجید و مدح اون آبشار زیبا رو نگه. میگه حتی به زبان هم میاره، یکی کنارش باشه احساسش رو حالا اظهار هم میکنه. شما ممکنه اظهار بکنید، ممکنه اظهار نکنید، شاید خیلی وقتا آدم اظهار بکنه. گفتم شاعر باشه ممکنه اظهار اونجا شعر بنویسه. ایمان به غیب یعنی یافتن خدا اینطوریه، الذین یؤمنون بالغیب و بلافاصله به دنبالش یقیمون الصلاة، یعنی این غیب رو خدا رو یافتن، در مقابل او خضوع میکنن، خشوع میکنن، میپرستن. صلاة هم مثال پرستش شکلهای مختلف داره، یه شکلش عالی‌ترین شکلش نماز هست. خب وقت گذشته و بحث همچنان مونده، انشاءالله در جلسه آینده اگر عمری و توفیقی باشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و عبد الله و علی الارواح التي حلت به فنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار. السلام علی الحسین و علی علی بن حسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. الحمدلله.